درود بر شما که در ساعت 7 بامداد تهران کابل و 7:30 در دوشنبه با ما هستید در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی، نخستین بخش خبری تحلیلی روز بی بی سی فارسی که امروز هم به لاجرم از موضوعهای مربوط به کرونا آغاز خواهد شد. ممنوعیت مهاجرت به آمریکا را در آغاز داریم. این هم از پیامدهای همین همه‌گیری کرونا است که در آغاز برنامه به آن خواهیم پرداخت. از تازه‌های کرونا در ایران و افغانستان 100% صحبت خواهیم کرد و از تأثیر این همه‌گیری بر وضعیت رسانه‌ها بر جهان هم همینطور به ویژه بر رسانه‌های ایران. گفتگویی با تهران داریم در این مورد و از اعدام‌های اخیر در ایران هم صحبتی داریم، باز هم با ایران و موضوع‌های بسیار دیگر. ظرف یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان، تهیه کننده برنامه محمد سبایی هست و حالا به خبرهای جهان برسیم از بی بی سی فارسی. درود بر شما، با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی هستید و در اینجا خبرهای جهان رو داریم که بنا به گزارش دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا تا بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه بیش از 2.5 میلیون تن در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. شمار جان باختگان هم از 170,000 تن گذشته است. البته این آماری است که بر اساس گزارش منابع رسمی کشور مختلف گردآوری شده که نسبت به برخی از آنها شک و تردیدهایی در جهان وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مهاجرت به کشورش را به منظور محافظت از کسانی که به خاطر شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند به طور موقت متوقف می کند. آقای ترامپ گفته که پس از 60 روز تصمیم خود را بر اساس شرایط وقت اقتصادی مورد بازبینی قرار خواهد داد. در این باره گزارشی از کامبیز فتاحی در واشنگتن. دونالد ترامپ صدور کارت سبز اقامت دائم آمریکا برای متقاضیان خارجی را به حالت تعلیق درآورده، فعلا به مدت 2 ماه. او گفته دستورالعمل تازه شامل حال کسانی که به طور موقت با آمریکا سفر می‌کنند نمی‌شود، از جمله متقاضیان کار کردن در آمریکا. این در حالی است که دولت آمریکا از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در عمل صدور ویزاهای مهاجرت و مسافرت یا پذیرش پناهجو را به حالت تعلیق درآورده. خبرهای جهان از بی بی سی فارسی در لندن. در ایران بر اساس گزارش وزارت بهداشت شمار کل مبتلایان به کووید 19 تا نیم روز سه‌شنبه به 84,802 تن و جان باختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا به 5,297 تن رسیده. این آمار رسمی است. این در حالی است که با برداشتن منع تردد بین استانها و همینطور بازگشایی بسیاری از کسب و کارها در تهران و دیگر شهرها، خیابان‌های تهران و دیگر کلان شهرهای ایران و همینطور جاده‌های بین شهری و استانی شاهد ازدحام بسیار چشمگیری بودند. در افغانستان دیروز وزارت بهداشت یا صحت افغانستان اعلام کرده که با شناسایی 66 مورد جدید شمار مبتلایان کرونا در کشور افغانستان به 1,092 تن افزایش یافته، ولی شمار جان باختگان هنوز 36 تن هست و در همین حال ده ها زندانی در زندان پل چرخی کابل دست به اعتصاب و اعتراض زدند و خواستار رهایی خودشان شدند به دلیل تهدید ویروس کرونا. و در خبر دیگر که میبینم، طالبان میگوید که در توافقنامه صلح این گروه با آمریکا هیچ موردی وجود ندارد که جنگ با دولت افغانستان توقف یا کاهش داده شود. خبرهای جهان در بی بی سی فارسی در لندن. خرسندم از اینکه دوباره با شما هستم. در اقصا نقاط جهان با ما هستید از طریق چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. تازه‌ترین خبر جهان رو به شما میرسانیم. داریوش رجبیانم و این هم نخستین بخش خبری تحلیلی ماست در بامداد چهارشنبه سومین روز ماه زیبای اردیبهشت در فرنگستان 22 آوریل هست و کرونا است که در میان خبرهای جهان حرف اول و آخر را میزند و امروز هم همینطور هست، به ویژه اکنون که موضوع همگیری کووید 19 با مهاجرت درآمیخته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که موقتاً مهاجرپذیری ایالات متحده باز داشته خواهد شد، یعنی آمریکا فعلا پذیرای تازه رسیدگانی نخواهد بود که بخوان در آن کشور رحل
اقامت بیفکنند. همگیری کووید 19 باعث و بانی چنین رویکرد قاطع در قبال موضوع مهاجرت در کشوری است که بر پای مهاجرت آدمان در واقع از اقصی نقاط جهان شکل گرفته. این در حالی است که یکی از کارشناسان پزشکی ارشد آمریکا گفته که موج دوم ویروس کرونا میتواند بدتر از موج جاری این همگیری کرونا باشد در آمریکا، چون ممکن است که با موسم شیوع سرماخوردگی این ویروس بیشتر هم در واقع شیوع پیدا بکند. این هشدار روبرت ردفیلد هست، مدیر مرکزهای کنترل و جلوگیری از بیماری ها در آمریکا، و این هشدار زمانی منتشر شد که بازار شماره از ایالت‌ها همراه با مشاغل دیگر قرار است که بازگشایی شود بنا به روال معمول این روزهای آغشته در کرونا. نگاهی داشته باشیم به خبرهای مربوط به این همگیری در جهان و به ویژه آمریکا که در صدر جدول مبتلایان و جان باختگان کرونا در جهان است، با مهرنوش پورزیایی در واشنگتن. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا 2019 در سراسر جهان از مرز 2.5 میلیون نفر هم گذشته، سازمان ملل متحد هشدار داده که جهان نه تنها با یک ویروس همگیر، بلکه با خطر فاجعه قحطی جهانی و بی سابقه روبروست. دیوید بیزلی، رئیس سازمان جهانی غذا، روز سه‌شنبه در کنفرانسی ویدیویی به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت جهان باید به سرعت و با خردمندی وارد عمل شود تا این فاجعه را متوقف کند. آقای بیزلی هشدار داده که زمان بسیار کم است و قحطی ممکن است ظرف چند ماه دامن جهان را بگیرد. به گفته رئیس سازمان جهانی غذا، قرنطینه، رکود اقتصادی، سقوط قیمت نفت، کاهش تقاضا و تولید همه باعث قطع درآمد کشورهای فقیر و بخش‌های فقیرتر جوامع آنها خواهد شد. در چهارمین گزارش سالانه بحران غذایی این سازمان، افغانستان، یمن، سوریه، کنگو، سودان، ونزوئلا، نیجریه و هائیتی به عنوان کشورهایی یاد شدند که بیش از همه در معرض خطر قحطی هستند. در همین حال افت بی سابقه در بازار جهانی نفت ادامه دارد و میزان تقاضا برای نفت علی رغم افت قیمت آن چنان کاهش یافته که به گزارش نیویورک تایمز تولید کنندگان دیگر جایی برای انبار کردن نفت‌های تلمبار شده تولیدشان ندارند. در سایه همین دشواری‌های اقتصادی، برخی کشورها مثل آمریکا با اعتراضات پراکنده روبرو شدند. آمریکا که تاکنون بیش از 820 هزار نفر مبتلا به ویروس کرونا و بالغ بر 44 هزار نفر قربانی داشته، روز سه‌شنبه اعلام کرد با مجلس سنای این کشور بر سر یک بسته کمک 484 میلیارد دلاری به اقتصاد به توافق رسیده. اگر مجلس نمایندگان نیز به این بسته رأی مثبت بدهد، تجارت‌های خرد در آمریکا 382 میلیارد دلار و بیمارستان‌ها 75 میلیارد دلار کمک دریافت خواهند کرد. 25 میلیارد دلار از این مجموعه کمکی به آزمایش‌های تشخیصی کرونا اختصاص دارد. به جز آمریکا که در روزهای گذشته صحنه اعتراضات به وضع اقتصادی و قرنطینه بوده، در بیروت، پایتخت لبنان، معترضان به مشکلات اقتصادی و افزایش فقر در کشور اعتراض کردند. لبنان از چند ماه پیش از همه‌گیری ویروس کرونا دچار بحران اقتصادی بود و حالا کاهش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و بیکاری در پی تعطیلی اقتصاد به آن اضافه شده. در تحولات دیگر، سنای مکزیک قانونی را برای عفو زندانیان تصویب کرده که برای اولین بار راه را برای آزادی مجرمانی که در جرایم غیر خشونتبار دست داشتند باز می‌کند. این قانون برای کاهش نرخ ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های این کشور تصویب شده. یونان اعلام کرده که در یک اقامتگاه پناهجویان در جنوب این کشور 150 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. و هلند اعلام کرده دانش آموزان مدارس ابتدایی می‌توانند از ماه آینده به کلاس درس بازگردند. اما اجتماعات بزرگ مانند مسابقات فوتبال تا اول ماه سپتامبر کماکان ممنوع خواهد بود. کرونا در جهان و همینطور آمریکا، از مهرنوش پورزیایی در واشنگتن گزارشی داشتیم. و اما در ایران دیروز هم طبق معمول باز هم آمار کرونا اعلام شد. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، گفت که در یک شبانه روز گذشته در ایران 1297 مبتلای تازه شناسایی شدند و 88 تن جان خود را از دست دادند بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. و به کرونا در ایران همراه با معضلات دیگری هم هست که در گزارش همکارم سیاوش اردلان میشنویم و میبینیم. ترافیک تهران مثل همیشه سنگین است.
انگار نه انگار که در میانه بحران شیوع ویروس کرونا هستیم. در کشاکش جهانی دولت‌ها بین حفظ سلامت عمومی و سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، در ایران دومی برنده شده. ایرج حریشی، معاون وزیر بهداشت: از یه طرف به خاطر معیشت و اقتصاد مردم دولت مجبور بازگشایی ها رو بکنه، از این طرف مردم نباید جوزده بشن. در اینجا جوزدگی یعنی عادی فرض کردن شرایط، کاری که خودداری از آن در محیط‌های پر ازدحام شهری عملا شدنی نیست. درست نباید اینجا که جا خالی بشه. یعنی به نظر شما ویروس اینطوری میاد میره؟ در بعضی مراسم و تشریفات رسمی کشور فاصله گذاری اجتماعی به شکلی نمادین رعایت می شود، ولی نمادین چون برای حفظ ظواهر است، نه اینکه همیشه و همه جا در طول این مراسم. مثلا مجلس ایران که رئیسش علی لاریجانی هنوز با کرونا دست و پنجه نرم می کند، نمونه خوبی از فاصله گذاری اجتماعی در ایران نیست. نگرانی دیگر از شروع سفرها و سیاحت‌های مردم بین استان‌هاست که از دیروز شروع شده و مخصوصاً باعث نگرانی مسئولان استان‌هایی مثل مازندران شده است. احمد حسین زادگان، استاندار مازندران: یکی دو روز گذشته و مخصوصاً امروز ما اخبار بدی رو داشتیم از بابت تعداد و میزان حضور و به اصطلاح ترافیک سنگینی که در بعضی از محورهای ما ایجاد شده و این واقعا ما رو نگران میکنه. خواهش میکنیم که بالاخره همینطور وضعیت رو غیر عادی بدونن و باز توصیه میکنیم و تاکید میکنیم که تشریف نیارن تو استان مازندران. پلیس راه میگوید در طول فروردین ماه محدودیت های سفر نه فقط باعث جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شد، بلکه 600 نفر نسبت به سال گذشته کمتر در جاده های ایران کشته شدند. 600 نفر که تقدیر آنها به خاطر بحران کرونا این بود که زنده بمانند، ولی حداقل 5297 نفر که طبق آمار رسمی دولت تاکنون جانشان را به خاطر کرونا از دست دادند. هرچند خیلی از مسئولان غیر دولتی و منابع محلی معتقدند شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر است. شمار واقعی بحرانیان بسیار بیشتر است. این سطر آخری بود از گزارش سیاوش اردلان که نگاهی داشت به موضوع کرونا در ایران و اما در افغانستان هم این موضوع هست. ده ها زندانی در زندان پلیچرخی کابل دست به اعتصاب زده اند و میگویند که شیوع ویروس کرونا در واقع هست که تهدید میکند آنها را. معترضان با توجه به فرمان اخیر رئیس جمهور این کشور آقای اشرف غنی خانه رهایی خود هستند. تصویرهایی که از این زندانیان به بی بی سی فارسی رسیده آنها را در وضعیت ناگوار زیادی نشان میدهد. مسئولان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در واقع پیشتر دستور رهایی حدود 10,000 زندانی را در این مورد داده بود. مقام های قضایی هم میگویند که در روزهای اخیر بیش از 5,000 زندانی آزاد شدند. در این باره با همکارم نسرین نوا در کابل گفتگوی داشته باشیم که همین حالا با ما هست. درود نسرین، صبح زودت بخیر. میشه نخست از همین موضوعی که بهش اشاره کردیم بگی که اعتراض و اعتصاب در زندان پلیچرخی کابل چه هست، دلیل و خواسته های زندانیان و پیامدهای اون چه میدونه باشه؟ اگرچه منابع رسمی مسئولین زندان ها هنوز به شکل رسمی در مورد ابراز نظر نکردن، ولی خب زندانی ها در داخل زندان هم به موبایل های هوشمند دسترسی دارند و میتونن در تماس با رسانه ها صحبت بکنن. تعدادی از این زندانی ها به ما گفتن که این اعتراض ها از هفته قبل شروع شده و تازه نیست و تصاویری هم که فرستاده شده نشان میده که با وارد کردن سیخ در صورت و دهانشان سعی کردن که دست به اعتصاب غذایی بزنن و از دولت بخواین که مطابق به فرمان اخیری که در مورد رهایی زندانیان به خاطر کرونا داشته، اینا هم آزاد بشن. فرمان رئیس جمهور به خاطر آزادی زندانی ها طوری بود که در مورد 10,000 نفر بود و شامل حال زنان، کودکان، کسانی که بیماری های سبل علاج دارن و
افرادی که مسنتر هستند میشد. این مسئولین گفتن که این فرمان شامل حال کسانی که مرتکب جرائمی شدن علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نمیشه و هویت و جزئیات افرادی که حالا دست به اعتصاب زدن هم مشخص نیست که اینا مرتکب چه جرائمی شدن. اعتراض های شبیه این در زندان ولایت تخار شمال شرق و همچنین در جنوب افغانستان در ولایت قندهار هم صورت گرفته و اینا گفتن حتی اگر با گرفتن تضمین هم میشه اینا خواستار رهاییشان هستن به دلیل شیوع ویروس کرونا که ممکن هست در فضای زندان اینا رو در خطر قرار بده به دلیل اینکه در اتاق‌های کوچک سلول‌های کوچک افراد زیادی هستن و تجمع بسیار هست، ولی تا حالا دولت به این اعتراض‌ها واکنش رسمی نشان نداده. خب همونطور که اشاره کردی این رویدادها در گذشته هم در زندان‌های مختلف در افغانستان صورت گرفته، ولی این یکی مربوط به کرونا هست، موضوع کرونا است در واقع که باعث چنین تحولی شده. اوضاع کرونا در افغانستان گذشته از این داستان زندان‌ها، کلن کرونا در افغانستان از چه قرار هست فعلا؟ خب در روزهای اخیر آمار مبتلایان به کرونا در افغانستان هم رو به افزایش بوده و با افزایش این آمار هر روز نگرانی ها از اینکه کمبود امکانات چقدر میتونه ما را نگران تر بکنه زیاد شده و در یک شبانه روز گذشته بیش از حدود 65 مورد مثبت در کل افغانستان ثبت شده. بیشترین مواردش بیش از 50 موردش در کابل بوده و حالا جای کابل با شهر هرات عوض شده. کابل در قبلا هرات بود که اول بود، حالا کابل نه، هرات که کانون شیوع کرونا در افغانستان دقیقا بود، تا همین دیروز هم بلندترین آمار را در افغانستان داشت، حالا بیش از 330 مورد داره و در کابل هم بیش از 380 مورد هست و پرجمعیت ترین شهر افغانستان هست. خیلی از کارهای اداری ناممکن هست که تعطیل بشه. حالا آمار در کابل بالا رفته، ولی خب از یک طرف خوشبینی هایی هم از طرف مسئولین ابراز میشه که مثلا تعداد تلفات خیلی کمتر از تعداد بهبودیافتگان هست در افغانستان، یعنی که آمار مبتلایان در افغانستان پایین تر از آمار در خیلی از کشورهای دیگه هست. تا فعلا 35 نفر جان باختن به دلیل این ویروس و ولی 150 نفر بهبود یافتن، اما هیچ کدام اینها نمیتونه آینده رو پیش بینی بکنه. قضاوت خیلی زود هست و عده‌ای فکر میکنن که ممکن هست افراد زیادی مبتلا باشن که ازشان تست گرفته نشده، امکانات نبوده، نتونستن به آزمایشگاه ها برن و به همین دلیل ممکن است که آمار گفته‌ای در افغانستان باشه که در آینده‌ای که بقیه کشورها شاید به حالت بهتری برسن در افغانستان بیشتر بشه. حالا در کنار این نگرانی دیگه این هست که قیمت مواد غذایی به مراتب بالا رفته در افغانستان، تعداد روزمزدها در افغانستان زیاد است، فقر بیداد میکنه، ولی مثلا فرض کنیم در چند روز گذشته قیمت یک تخم مرغ از 6 افغانی رسیده به بیشتر از 12 افغانی. قیمت ثابت نیست، خیلی جاها 15 افغانی و 20 افغانی میفروشن و خیلی ها توان خریداری مواد اولیه‌شان را ندارن. دولت هم گفته که اقدامات جدیدی برای کمک به نیازمندان راه انداخته و اون هم در آستانه ماه رمضان. سپاس فراوان نسرین، خیلی خیلی ممنون و باز هم در این باره صحبت‌های خواهیم داشت با افغانستان که ببینیم که اوضاع از چه قرار هست. و اما سازمان گزارشگران بدون مرز برپایی نمودار سالانه آزادی رسانه‌ها در جهان میگوید که ویروس کرونا آزادی رسانه‌ها را بیش از پیش تهدید کرده. در ردبندی جهانی آزادی رسانه‌ها که این سازمان تدوین کرده، 180 کشور جهان بر اساس واکنششان بر کرونا 2019 بررسی شدند و کریستوف دولوار دبیر کل گزارشگران بدون مرز گفته که واقعیت این است که رهبران جهان با بهره‌گیری از سردرگمی مردم و فقدان اعتراض و پرسشگری در زمان تعلیق فضاهای سیاسی فرصت یافتند که اقداماتی کنند که در حالت عادی ناممکن بوده، اونطور که شما میگه. ولی برای بررسی این موضوع سری به تهران زدیم. از مازیار خسروی روزنامه‌نگار در پایتخت ایران پرسیدم که بر پای این گزارش همه‌گیری کووید 19 چگونه بر وضعیت رسانه‌ها در جهان تأثیر گذاشته؟ گزارشی که سازمان
گزارشگران بدون مرز منتشر کرده حاوی این هست که بروز و شیوع کرونا منجر به بدتر شدن وضعیت آزادی بیان در دنیا شده. بسیار از کشورها، دولت‌ها برای پنهان کردن آمار و جلوگیری از اطلاع رسانی شفاف به روزنامه‌نگاران فشار آوردند. شرایطی پیش اومده که روزنامه‌نگاران برای انجام و فعالیت حرفه‌ای خودش با محدودیت‌های کم و بیش در واقع بیشتری نسبت به گذشته مواجه بودن. این همزمان بوده که خب روزنامه‌نگاران هم حالا نه به اندازه کادر بهداشت درمان ولی به عنوان کسانی که ناگزیر بودن در این شرایط دشوار در صف اول روبرو شدن با کرونا قرار بگیرن و اطلاع رسانی کنن خودشون. ولی میخوام ببینم که این محدودیت هایی که در این گزارشگران بدون مرز اومده، این محدودیت هایی که برای رسانه ها ایجاد شده چطور توضیح داده شده؟ جلوگیری و مانع تراشی، جلوگیری از انتشار آزاد اطلاعات، فشار برای منتشر نشدن اطلاعات صحیح و مانع تراشی در راه انتشار مستقل و شفاف اطلاعات در مورد این بیماری به ویژه تو بخش آمار مرگ و میر و مبتلایان بوده است اتفاقی گفته است. و ایران هم که در واقع از جمله نخستین کشورهایی بود که گرفتار کرونا شد بعد از چین، در میان 180 کشور میبینیم که با 3 پله سقوط در رده 173 قرار گرفته. مشخصا چه جزئیاتی رو میده از وضعیت رسانه‌ها در ایران و تاثیر کرونا بر این وضعیت؟ صرف نظر از آنچه گزارش میگوید، دریافت شخصی من و تحلیل شخصی من این است که با آنچه از آن که باش در ارتباط هستم این است که وضعیت کرونا یا وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران پیش و پس از کرونا تقریبا همان است که بود، یکسان است. ولی شیوع کرونا نهاد روزنامه نگاری ایران رو با یک خطر جدی مواجه کرده است، یعنی شاهد بروز خطر انقراض و نابودی نهاد روزنامه نگاری در ایران هستیم. این تقریبا بی سابقه است. شرایط پس از بروز کرونا به گونه ای پیش رفت که در یک مقطعی منطبق شد با تعطیلات نوروز و بعد از اون به دلیل محدودیت هایی که وجود داشت، عرضم به حضور شما، شرایط به گونه ای شد که دستورالعملی صادر شد برای اینکه روزنامه های مکتوب منتشر نشود. این در شرایطی بود که پیش از اون هم به دلیل اینکه یک چرخه چاپ و توزیع وجود داره و طبیعتا در ایران نخستین چیزی و شاید هم در خیلی از کشورها نخستین چیزهایی که از سبد خانوار حذف می شود کالاهای فرهنگی هم هست، روزنامه های مکتوب از پیش از این دستور هم با مشکلات بسیار زیادی مواجه بودند. بعد از دستور منع انتشار این چرخه به شدت آسیب بیشتری دید و شرایط به شکلی پیش رفت که در واقع اون اندک تنفس محدودی هم که روزنامه‌ها در ایران داشتن بسیار به مخاطر افتاد. البته خب این دستور لغو شد، دوباره روزنامه‌ها دارن چاپ میشن، ولی به شدت این آمار فروش مخاطبان روزنامه‌ها کاهش پیدا کرده. این منجر به این شده که پس از در شرایط کنونی بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌ها در سال جدید به دنبال تعدیل نیروهاشون باشند و خیلی‌ها در خطر تعطیلی باشند. این باعث شده که نهاد روزنامه‌نگاری در ایران و نهاد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای که اتفاقا تو شرایط کنونی و در شرایط بحران بسیار بسیار بیش از گذشته باش بهش نیاز هست. در این شرایط ما با انبوهی از اخبار تایید نشده مواجه هستیم و در این حال اون حلقه واسط بین اطلاعات و اطلاعاتی که منتشر میشه مخاطب که روزنامه‌نگار حرفه‌ای است که باید این راستی آزمایی بکند، باید بتواند تلفیق و تطبیق بدهد اینها را با و در نهایت یک خوراک، چون هیچ وقت ما نباید از مردم عادی انتظار داشته باشیم که اینها در پی این باشند که و تشخیص بدن که این خبر درست هست یا نیست، یا این چقدر از واقعیت رو پوشش میدهد، چه بخشی از واقعیت است. اون نهاد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران در این هفته ها و ماه های اخیر به شدت آسیب دیده، متاسفانه به گمان من در خطر انقراضه و این یک صدمه بسیار بسیار جبران ناپذیر خواهد زد به کل فضای ذهنی ایرانیان در آینده. خب مازیر خسروی از صدمه جبران ناپذیر اونطور که میگفت در آینده نزدیک صحبت میکرد بر اثر کرونا. و ما همینجا از میسم بخونم در تلگرام که میگه که به نظر من ایران و حکومتهایی که بحث قرنطینه را جدی نگیرن قطعا هم اقتصادشان ویران میشود، هم مردمشان جونشون را از دست میدن و هم نارضایتی عمومی ایجاد خواهد شد و در مثل سرنوشتشان بسان آن شخصی خواهد بود که هم مجبور به پرداخت جریمه شد هم شلاق و پیاز رو خورد. این نظر میسم بود و چشمه‌رای دیدگاه شما هم هستن در باره این موضوعاتی که تا حالا پخش شد در باره کرونا. این روزها هر چه بگیم بازم کمه. روز ماهای صبح امروز تهران رو هم داریم از فرشته قاضی که بیشتر از همین قضیه کرونا میگوید.
بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش نخست شروع می‌کنیم با خطر دوسویه کرونا و رفتار دولت از آرمان ملی. دولت ذکر مصیبت می‌کند از جهان صنعت و کرونا و مسئولیت سیاست‌گذار از دنیای اقتصاد. مطلب اول از احمد زیدآبادی هست که انتخاب کردین خانم قاضی، از روزنامه آرمان ملی که انتقاد کرده از سخنان متفاوت حسن روحانی رئیس جمهور درباره همه‌گیری کرونا. چی میگه دقیقاً؟ همینطور احمد زیدآبادی انتقاد کرده از همین سخنان متفاوتی که گفتید از سوی رئیس جمهور مطرح میشه و نوشته که همین باعث شده دیگه به سختی میشه جامعه رو نسبت به برخی از نگرانی‌های حتی موجه او متقاعد کرد. آقای زیدآبادی اشاره کرده به تزریق هنگفت میلیون‌ها دلار به اقتصاد از سوی کشورهای دیگه و نوشته که مسئولین دولتی ما چنین توانی ندارن، اما متاسفانه واقعیات رو انکار میکنن و برای سرخ نگه داشتن روی خود مرتب از وضعیت بهتر ایران نسبت به کشورهای اروپایی در مقابله با کرونا سخن میگن، غافل از اینکه به محض کنترل کرونا اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی امکان ورود سریع به دوره‌ای از رونق رو داره، اما اقتصاد معیوب ما در دام تحریم‌ها از سرمایه لازم برای خروج از رکود و بازسازی بنگاه‌ها و رونق کسب و کارها برخوردار نیست. روزنامه جهان صنعت هم از دولت میگه در مطلب دولت ذکر مصیبت میکنه در به همین کرونا، میگه که علت ناتوانی دولت هم به مشکلات اقتصادی کشور برمیگرده و هم به ناتوانی در مدیریت بحران کرونا. جزئیاتش چیه؟ به نوعی مشکلات پیشین اقتصادی رو مطرح کرده آقای محمد قلی یوسفی در روزنامه جهان صنعت و نوشته که دولت منابعی رو که از محل فروش نفت یا اخذ مالیات در 4 دهه گذشته به دست آورده در مسیرهای نادرستی سرمایه گذاری کرده و با محدودسازی فعالیت‌های بخش خصوصی وظایفی برای خود تعریف کرده که موجب شده اکنون نتونه منابع مالی لازم برای مقابله با بحران کرونا رو تأمین بکنه. نویسنده ادامه داده که مسئولیت حفظ جان و مال مردم بر عهده دولت، با این حال دولت ایران اقدامات لازم رو در زمان مناسب انجام نداده، جان مردم رو به خطر انداخته و مردم رو از کاسبی انداخته تا با مظلوم نمایی در میان جامعه جهانی تحریم ها رو مقصر اصلی مشکلات بدونه. این در حالیه که مردم از دولت انتظار دارن. و نهایتاً مطلبی داریم از دنیا اقتصاد که میگه بهترین راهکار مقابله با کرونا اجرای موفق فاصله گیری اجتماعی هست و همینطور قرنطینه سازی. اوضاع در این زمین از چه قراره از دید این روزنامه؟ وحید میرزابیگی در واقع اجرای موفق سیاست فاصله گذاری و قرنطینه سازی رو نیازمند برآورده سازی حداقل نیازهای اولیه مردم و حفاظت از زنجیره تولید و کسب و کار دونسته، اما معتقده که همین مسئله هم با مشکل پیچیده‌ای روبروه که اون هم تأمین منابع هست. نویسنده روزنامه دنیای اقتصاد ادامه داده که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر متغیرهای اقتصادی تقریبا بالاست، بنابراین به نظر میرسه که مشکل نقدینگی در کشور وجود نداره. بورس با قدرت در حال سوددهیه و کار دیگری جز پسنداز پول در بانک یا ورود به بازار سرمایه قابل تصور نیست. اما سوال اینه که ایران از این حیث چه تفاوتی با سایر کشورها داره و چرا دولت در ایران مثل سایر دولت‌ها از بازار قرض نمی‌کنه؟ چرا نمی‌خواد همون راهی رو که همه دنیا تجربه کرده در پیش بگیره؟ خب این هم نگاه فرشته قاضی بود به در واقع مطالب مهم روزنامه صبح امروز چاپ تهران. دیگر باره روی صحبت من با شما هست مخاطبان برنامه، چشم انداز بامدادی بینندگان و شنوندگان این برنامه که هر جای دنیا که هستید حتما با کرونا به گونه ای در واقع این روزها ارتباطی داری، چه در ایران و افغانستان و تاجیکستان و چه در هر کشور دیگر. چه چالش هایی برای شخص شما پدید آورده این بلای کرونا؟ چه جور با اون مقابله میکنین و دولت کشوری که در اون زندگی میکنید چه واکنشی با اون داشته، کارساز بوده یا نبوده و خواهد بود یا نخواهد بود؟ لطفاً با ما در میون بذارید و اتفاقا در این باره ما بعداً در طول برنامه سراغ یکی از شنوندگان برنامه در هندوستان رو خواهیم گرفت، در دهلی رو، که در همین باره نظر داده. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. این چشم انداز بامدادی است.
از رادیو بی بی سی در لندن. سپاسگزارم از همراهی شما در ایران. شایان سعیدپور که در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده بود اعدام شده. او از جمله ده ها زندانی بود که 8 فروردین از زندان سقز کردستان ایران فرار کرد و اما دوباره دستگیر شد. بنابر حکم دادگاه شایان سعیدپور به خاطر قتل عمد سلیمان آزادی در جریان یک درگیری در سال 1394 به اعدام محکوم شده بود. او در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشت و بنا به موازین بین‌الملل در واقع کودک مجرم به شمار می آمد. و همینطور گفته شده که چند تن دیگر امروز در برابر جوخی اعدام قرار خواهند گرفت در ایران. در ارتباط با همین موضوع و همین پرونده فرار از زندان در سقز کردستان، در واقع با مسعود کردپور که در شهر سنندج هستن و ایشون سردبیر خبرگزاری مکریان هم هستن و جزئیات اعدام شایان سعیدپور رو در آغاز جویا شدن و همینطور ماجرای افرادی که در این منطقه مقام ها میگویند که قرار است که اعدام شوند. بعد از ورود کرونا به کشور و به ویژه به شهرستان سقز که مرکز کرونا بودش، نگرانی های بسیار زیادی به وجود اومد در داخل شهر و تعدادی از شهروندان فوت کردند. بعد از این زندانیان در زندان دست به شورش زدند و حدود 80 نفر از زندانیان فرار کردند. متعاقب این فرار به هر حال یه وضعیت ناامنی به وجود اومد از نظر حاکمیت، البته که به هر حال زندان سابقه نداشته در این حد فرار کنند در 40 سال اخیر و به تکاپو افتادن که زندانیان رو بازداشت کنن که تعداد زیادیشون رو بر اساس گفته مسئولین بازداشت کردن. حالا هم به هر حال برای اینکه دوباره یک جو به هر حال اقتدار در داخل شهر و در داخل استان کردستان درست کنن، به هر حال متأسفانه تعدادی از زندانیان رو بردن که اعدام کنن. البته یکی دو تاشون رو اعدام کردن. میشه یه ذره مشخص تر بفرمایید آقای کردپور که این افرادی که گفته میشه که قرار که اعدام بشن بعد از شایان سعیدپور کیا هستن دقیقا؟ دو نفر رو که اعدام کردن تن هفته اخیر. خبرهایی هم که منتشر شده و به دست ما هم رسیده نگرانی هایی رو ایجاد کرده در زندان سنندج که میخوان تعدادی از زندانیان رو اعدام کنن، کسانی که البته قصاص دارن، یعنی مرتکب جرائم اجتماعی و قتل و اینا شدند. بله. اینا رو میخوان اعدام کنند و همین باعث نگرانی شده که به هر حال که مرتبط باشه این اعدام ها به فرار زندانیان در زندان سقز و مشکلاتی که در شهرستان سقز به وجود اومده بود. خب این سنندج بگیم از اونجا که شما خودتون اونجا هستید آقای کردپور در سنندج و همینطور در فاصله اندکی هستید از سقز که این روزا بسیار خبرساز شده به دنبال اون فرار از زندان و داستانهایی که به دنبال اون بود، میشه از فضای اونجا بگید که مردم به این رویدادهای اخیر چه واکنش نشون میدن، چه میگن، کلا فضا چطوره؟ خب مردم که در کل نگران هستن چون فکر میکنن با اعدام که مشکلات حل نمیشه، یعنی انتقام گیری و هر حال قصاص و این مسائل که مشکلات رو حل نمیکنه و با توجه به اینکه بعد از این فرار زندانیان اتفاقات میفته، چون این زندانیا به هر حال سالها در زندان هستند و حکمشون اجرا نشده و الان که یک دفعه داره اجرا میشه در استان و در شهرستان سقز که در طی این دو سه هفته دو نفر اعدام شدن، همین نگرانی بسیار زیادی رو ایجاد کرده که به هر حال میخوان چیکار کنن. با آقای مسعود کردپور صحبت میکردم، سردبیر خبرگزاری مکریان در سنندج ایران. در اینجا در بامداد چهارشنبه 3 اردیبهشت 20 آوریل نگاهی گذرا داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه از چشمانداز بامدادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که موقتاً مهاجرپذیری ایالات متحده را باز می‌دارد، یعنی آمریکا فعلا پذیرای تازه رسیدگانی نیست که بخواهند در این کشور رحل اقامت بیفکنند. همگیری کووید 19 باعث این موضوع شده است و همینطور در این باره از ایران خبر می‌رسد که کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفته که در یک شبانه روز گذشته در ایران 1297 مبتلای تازه شناسایی شدند و 88 تن جان خود را از دست دادند. و سازمان گزارشگران بدون مرز بر پایه نمودار سالانه آزادی رسانه‌ها در جهان می‌گوید که ویروس کرونا آزادی رسانه‌ها را
بیش از پیش تهدید کرده که درباره همین مطالبی که بهشون اشاره کردم گفتگوهایی داشتیم و همینطور مطالب مختلف. و در ادامه برنامه در واقع در نیمه بعدی میبینم که همین موضوع صحبت‌های آقای دونالد ترامپ در باره مهاجرت و اینکه چطور میخواد در مهاجرت رو به روی مهاجران تازه‌ای که در واقع همین روزه هزاران هزار به آمریکا میرسن به خاطر کووید 19 میخواد ببنده، در این باره گفتگویی خواهیم داشت و همینطور مطالب بسیار دیگر و از جمله جدول در واقع پر شنونده ترین یا در واقع پر خریدار ترین ترانه ها و تکانگ های موسیقی پاپ بریتانیا هم مرور میکنیم. و به برنامه شیداس به کاویانی حدود 18 دقیقه دیگر خواهیم رسید. اینجا چشم‌انداز بامدادی است، با ما هستید از بی بی سی در لندن. و ما در آغاز نیمی دوم برنامه نخست از رویدادی بگوییم که در این ساعت در صدر خبرهای جهان هست، هرچند افتاده به در واقع صدر نیمی دوم برنامه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که راه ورود مهاجران خارجی به این کشور را می‌بندد. موقتاً منظور مهاجرانی هستند که چشم امید به اقامت دائم در آمریکا دوختند. آقای ترامپ میگوید که بدین گونه می‌شود از مشاغل آمریکایی در برابر بحران کرونا کووید 19 دفاع کرد. موضوعی است شایسته بررسی با همکارم کامبیز فتاحی در واشنگتن که خوشبختانه همین حالا دارم میبینم که با ما هست. درود کامبیز. آقای ترامپ اینها رو بعد از پیام توییتریش اعلام کرده، پیامی که پریشب زد و من هم تو برنامه دیروز و سه برنامه به عنوان یک خبر فوری اون رو خوندم که اونجا دم از وقفه کامل مهاجرت به آمریکا میزد. بعد از اون که پیام و تصمیمش رو شکل و شمایل بهتری داد، موضوع حالا از چه قراره در آمریکا؟ خب به نظر میاد که آقای ترامپ برنامهش رو قدری تغییر داده باشه، به این صورت که همونطور که گفتی توییت آقای ترامپ خیلی ها رو غافلگیر کرد، صحبت از توقف مهاجرت کرد، یعنی صدور هر گونه ویزا چه برای مسافرت چه برای مهاجرت و غیره. مونتا چیزی که روز گذشته اینجا اعلام کرد در کنفرانس خبریش، صحبت از توقف صدور کارت سبز اقامت دائم در آمریکا، همون گرین کارت یا کارت سبز رو در واقع از در مورد اون صحبت کرد که میخواد متوقف کنه برای 60 روز و به هر حال میشه گفت به نظر میاد از موضع قبلیش قدری عقب نشینی کرده در پی مخالفت به خصوص افرادی که در جامعه کشاورزی اینجا در بخش کشاورزی که به کارگران خارجی محتاج هستن، به نظر میاد که میخواد دست روی اونها نگذاره بلکه کارت سبز رو اینها بیان و متوقف بکنن. سالانه آمریکا چیزی حدود 1 میلیون کارت سبز اقامت میده به افراد که 2/3 اینها حدود 70% این در واقع کسانی هستن که از طریق بستگان خودشون در آمریکا، بستگان درجه یکشون میتونن تقاضا بدن و تقاضا میدن و اون رو دریافت میکنن بعد از مدتی در این بعد از یک پروسه قانونی. و ایده‌ای هم هستن که از طریق لاتری میگیرن، یک مسابقه برگزار میشه شانسی، بعضی حدود 50,000 نفر درخواست میکنن و برخی هم از طریق در واقع از طریق اشتغال و کار کردن برای برخی از شرکت‌های آمریکایی به اونها وعده‌ای داده میشه و از طریق اونها دریافت میکنن. چیزی که آقای ترامپ گفته صحبت از توقف کارت سبز هست، منتها جزئیات رو نگفته که کدوم بخش از اینها، آیا همه اینها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت یا اینکه بخشی از اینها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، هنوز مشخص نیست. ظاهرا قراره که مهم و جالبش همینه، یعنی بدون تبعیض بودنش، شما در واقع در گذشته اگه ایرانی بودید و می‌خواستید به آمریکا سفر بکنید این نگرانی و دغدغه رو داشتید و حالا تمام شهروندان جهان هر کسی می‌خواد که به آمریکا بره و بخواد روادید بگیره این مشکل رو خواهد داشت به خاطر کووید 19. و ما واکنش‌های بسیار زیادی بوده به این موضوع، میشه به مهم‌تریناشون اشاره بکنید لطفاً کامیز؟ خب اگر بخوایم به مهمترین ها اشاره کنیم، شاید صحبت از جو بایدن بکنیم. مثلا آقای بایدن در توییتی گفته که رئیس جمهور باید کارش انجام بده، نه اینکه به دنبال مقصر پیدا کردن باشه، به خصوص در مورد همین مسئله کووید 19
که از این طریق بخواد به مقابله با بیکاری اقدام بکنه. میبینیم که سناتور چاک شومر رهبر اقلیت در سنای آمریکا او هم گفته که انحرافی دیگر. صحبت از این هست که این یک انگیزه سیاسی داره، بعضی ها میگن که برای ایجاد تفرقه هست، برای انحراف افکار عمومی هست. از طرف دیگر در داخل حزب جمهوری خواه البته میبینیم این تصمیم آقای ترامپ حداقل بعضی ها رو خوشنود کرده، میگن که رئیس جمهوری آمریکا داره برای حمایت از مشاغل داخلی کارگران آمریکایی داره کاری میکنه که کارگران در واقع این روند مهاجرت قانونی کنتر بشه، ویزای اقامت دائم برای برخی از خارجی ها صادر نشه، از این دارن استقبال میکنن. جالب اینجاست که برخی از چهره‌های محافظه‌کار البته ناراضی و خشمگینن، اینها دل بسته بودن به اینکه کل مهاجرت قرار متوقف بشه، حالا آقای ترامپ داره صحبت از کارت سبز میکنه اونم برای 60 روز. این طیف هم واکنش نشون دادن و اینها هم ناراضی به نظر میان. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که امروز این دستور صادر خواهد شد یا نه، وعده اش رو داده و بعد جزئیاتش مشخص بشه. ولی گام اول میشه گفت هم دموکرات ها و لیبرال ها رو خشمگین کرده، هم شاید میشه گفت بسیاری در خارج از آمریکا که امید به ورود آمریکا از طریق کارت سبز داشتن رو نگران کرده، و هم گروهی از جمهوری خواهان و محافظه کاران که امید داشتن به کل مهاجرت به خاطر کووید 19 متوقف بشه و همیشه دو به دنبال این کار بودند، اونها هم خشمگینن، چرا که فقط توقف موقت 60 روزه کارت سبز رو کافی نمیدونند. خب اینا که گفتی خیلی جالبه و مطمئنا جزئیات خیلی بیشتر هم در این روزها رو خواهد شد که با کامبیز فتاحی در این باره صحبت خواهیم کرد و همینطور همکاران دیگر در واشنگتن. خیلی ممنون کامبیز جان که با ما در این برنامه این صحبت را داشتیم. و اما ایران در یک نگاه رو هم داریم از فرج بالافکن که به موضوعات دیگر حتی فراتر از کرونا هم اشاره میکنه. علی مطهری نماینده مجلس ایران در واکنش به خبر محکومیت محمود صادقی دیگر نماینده مجلس در توییتی نوشته که از این حکم متعجب است. آقای مطهری نوشته سوال آقای صادقی از رئیس قوه قضاییه سابق این بود که موجودی حساب‌های بانکی 63 گانه قوه قضاییه چگونه هزینه می‌شود بدون آنکه کسی را متهم کرده باشد. به نوشته آقای مطهری اگر یک نماینده نتواند چنین سوالی را مطرح کند، پس مجلس به چه دردی می‌خورد؟ آقای صادقی به دنبال شکایت صادق آملی لاریجانی در دادگاه بدوی به 21 ماه حبس تعزیری و 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. و کمیته امداد ایران اعلام کرده که به مناسبت ماه رمضان 313 مرکز پخت و توزیع غذای گرم برای مددجویان و نیازمندان آسیب دیده از ویروس کرونا تأسیس می‌کند. خبرگزاری تسنیم مجموعه عکسی را از افتتاحیه یک از این مراکز در دانشگاه امام صادق تهران با حضور مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد منتشر کرده. تقریبا تمامی کشورهای درگیر با بحران کرونا برنامه‌هایی را برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده از این بحران در نظر گرفتند. با چشم انداز بامدادی هستید در بامداد چهارشنبه سوم اردیبهشت از رادیو بی بی سی در لندن، و حالا ببینیم که در ادامه برنامه چه چیزی داریم که در واقع میریم سراغ بازم روزنامه‌های صبح امروز تهران با فرشتی غازی در آتلانتای آمریکا. بررسی روزنامه رو در بخش دوم ادامه میدیم با میخواستن صادرات نفت ایران صفر شود، قیمت نفت آمریکا زیر صفر رفت از کیهان. جهان بدون نفت از صبح نو و در نهایت هم سه پرده از قیمت متلاطم نفت از اطلاعات. خب همونطور که از این عناوین روزنامه ها برمیاد، خانم قاضی در بخش دوم صحبت ما از افت بی سابقه بهای نفت خط بود، به ویژه در آمریکا که روزنامه کیهان تیتر گویایی زده در این مورد. میگه میخواستن صادرات نفت ایران صفر شود، قیمت نفت آمریکا زیر صفر رفت. چه میگید؟ در واقع خلاصه ای از گزارش بسیار بلند روزنامه کیهان در همین تیترش مستتر هست، صحبتی که میخواسته بکنه با مخاطب مطرح بکنه. در واقع این روزنامه نوشته که از آبان 97 که آمریکا با هدف صفر شدن صادرات نفت ایران اقدام به اعمال شدیدترین تحریم ها علیه کشورمون کرد، تا کنون بارها و بارها ایران به لحاظ کاهش فروش نفت تحت فشار قرار گرفته. هرچند نمیشه گفت صادرات نفت ایران کاملا از بین رفته، اما همین کاهشی هم که در درآمدهای نفتی رخ داده موجب رفتن به سمت راه‌های جایگزین و کاهش
وابستگی بودجه به نفت شده. کیهان از بازگشت مکر آمریکا به خودش نوشته و اینکه اونا میخواستن صادرات ما رو صفر بکنن در زمینه نفت، حالا قیمت نفت خودشون زیر صفر رفته. و روزنامه صبح نو یک گام جلوتر هم رفته و از جهان بدون نفت گفته. چه جهانی رو ترسیم کرده؟ وضعیت قیمت نفت در بازار جهانی رو بزرگترین شوک در بازار نفت دونسته و معتقد این روزنامه که این مسئله با مخالفت روسیه با کاهش تولید آغاز شد، با کرونا ادامه یافت و در نهایت به صفر شدن قیمت این محصول انجامید. ضربه بزرگی که علاوه بر آمریکا، دولت‌های متکی به نفت از جمله کشورهای همسایه ایران در جنوب رو به شدت آزار خواهد داد. سوال ما اینه که آیا این روند در بلند مدت هم ادامه خواهد یافت؟ پاسخ روزنامه ستاره صبح به این سوال منفی هست، اما نوشته در این حال ممکنه زمان زیادی برای رسیدن به صرفه اقتصادی تولید نفت لازم باشه که این تهدید بزرگی برای کشورهای متکی به نفته. در ایران اما تحریم‌های آمریکا سهم فروش نفت در اقتصاد ایران رو کم کرده و به نظر نمی‌رسه چندان به ایران فشار بیاد، گرچه مسئله کسری بودجه در سال 99 رو جدی‌تر خواهد کرد. و سرانجام سه پرده از قیمت مطالب نفت در پایان این بررسی مطبوعات رو داریم از روزنامه اطلاعات که به این پرسش پاسخ داده که وضعیت فعلی قیمت نفت در بر بازار ایران چه تأثیری خواهد داشت. چی میگید؟ نرسی قربان در این روزنامه نوشته که ما از قیمت فعلی فروش نفت ایران و مقدار صادراتش اطلاعی نداریم، اما این یک واقعیته که تولید و صادرات نفت ایران بسیار کاهش یافته. این کاهش باعث شده که وضعیت فعلی بازار جهانی نفت تأثیر کمتری بر ایران بگذاره. و آقای قربان مثال زده صادرات نفت عربستان رو و نوشته که صادرات نفت ایران 500 هزار بشکه و صادرات نفت عربستان 10 میلیون بشکه در روز باشه، عربستان 20 برابر ایران از وضعیت بازار و قیمت‌های پرنوسان فعلی بازار جهانی نفت آسیب خواهد دید. در واقع این وضعیت باعث شده به اعتقاد نویسنده که نفت از اقتصاد ایران جدا بشه، چرا که سهم صادراتش بسیار محدود شده و امکان نقل و انتقال پول از بین رفته. اما نباید جدا شدن نفت از اقتصاد ایران رو اتفاقی فرخنده نامید، چرا که نفت منابع عظیمی برای اقتصاد ایران فراهم میکنه و اشکال کار اینجا بوده که ما از این منابع به درستی استفاده نکردیم. خب این هم از روزنامه صبح امروز چاپ تهران بود با فرشته قاضی. در آتلانتای آمریکا مرور میکردیم و حالا مرور بکنیم پیام های شما رو که بسیار زیاد هست از تلگرامی که دوتا میخونم و بعدش تلاش میکنم به فیسبوک هم برسم. که هاشم نوشته که به نظر میرسد که ابراهیم رئیسی در حال بازگشت به رویه ناسواب اعدامهای شتاب زده در تابستان 67 است و اعدام به خاطر فراری که مقامهای زندان نتوانستن امنیت زندانهای خود را حفظ کنند منطبق بر هیچ اصل انسانی و حقوق بشر نیست. این نظر هاشم هست. و علی نوشته که چرا حکومت ما متوجه نیست که وقتی که آمار دروغین کرونا را تحویل مردم میدهد، ناخودآگاه مردم در قضیه در واقع این موضوع را قضیه را جدی نمیگیرند و اینجور احتمالاً ما تا ماها و شاید سالها درگیر این کرونای لعنتی خواهیم بود. این رو علی نوشته. و حالا از فیسبوک میخوام براتون بخونم از داوودی که میگه در خصوص سوال شما باید بگم که در اینجا مقام ها اینجا که میگه فکر کنم آقای داوودی در آمریکا هست، میگه مقام ها صبح تا شب در حال صحبت با مردم هستند و راههای کنترل ویروس و حمایت از مردم را بررسی میکنند و رئیس جمهور ترامپ هر روز از مردم خواهد تا صدای خودشان را به دولت برسانند و میگوید و همچون شما منتظر شنیدن نظرات و مشکلات آنان هستیم. که خیلی مزه میخوام که یک ذره در واقع این متن مرتب نبود و به همون شکلی که من داشتم میدیدم براتون خوندم. اگه فرصت شد بعدم برمیگردیم به پیام های شما. فعلا بریم سراغ ورزش. دو خبر درباره ورزش و کرونا داریم، یا دقیق‌تر بگم که فوتبال زنان و تأثیر کرونا بر اون، که علی آخوندان توضیح میده.
دیروز فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که به رغم مشکلاتی که به خاطر شیوع ویروس کرونا پیش اومده و تقریبا در تمام جاها مسابقات فوتبال کنسل شده و تبعات مالی زیادی داره، اما به رغم این که کماکان بودجه 1 میلیارد دلاری که برای فوتبال زنان در نظر گرفته شده تکون نمیخوره و همون مقدار میمونه. اینو سخنگوی فیفا اعلام کرد، بودجه هست که برای سال 2019 تا 2022 تصویب شده. سخنگوی فیفا هم گفت تغییری نمیکنه. خب چند سال هست که فیفا سرمایه گذاری زیادی روی فوتبال زنان انجام داده و جام جهانی 2019 هم که در فرانسه برگزار شد یک موفقیت بزرگ بود و 1.2 میلیارد بیننده تلویزیون داشت. اما خبر دیگه که راجع فوتبال زنان بود این بود که جام ملت‌های اروپای فوتبال زنان که قرار بود سال 2021 برگزار بشه به احتمال خیلی خیلی زیاد یک سال به تعویق میفته، در سال 2022 و از تاریخ 5 تا 31 ژوئیه برگزار میشه. به نظر میرسه که موفق شدن این بازی‌ها به دلیل به تأخیر افتادن جام ملت‌های اروپای مردان در سال 2020 و المپیک توکیو در سال 2020 هست که هر دو اینا به سال 2021 افتاد، اونها هم به دلیل شیوع کرونا. حالا از یک خبر بسیار مهم دیگر هم بگیم در جهان ورزش، علی، لغو لیگ برتر فوتبال هلند دلیلش چه بوده؟ دلیل این قضیه رو فدراسیون فوتبال هلند تصمیم دولت این کشور مبنی بر ممنوعیت بازی‌های مهم ورزشی تا تاریخ 1 سپتامبر اعلام کرد. خب در فوتبال هلند پس از 26 هفته آژاکس و آلکمار با امتیاز مساوی بالای جدول هستن که آژاکس به دلیل تفاضل گل بهتر صدرنشین هست. تصمیم رو هنوز به طور رسمی اعلام نکردن به این دلیل که گفتن میخوان با یوفا مشورت کنن و بعد خبر رو منتشر کنن که چه تصمیم میگیرن. قبلا هم بلژیک گفته بود که لیگ فوتبالش رو لغو میکنه که اما با مخالفت یوفا روبرو شد. اما خب این بار اوضاع فرق میکنه به این دلیل که دیروز یک نشست ویدیویی اعضای یوفا برگزار کردن و یوفا در پایان اون نشست اعلام کرد که به بعضی از کشورها که شرایط ویژه‌ای دارن اجازه میده که لیگ خودشون رو کنسل کنن. و با علی آخوندان صحبت میکنم درباره موضوعات ورزشی. حالا رسیم به برنامه برترین تکانگ‌های جدول موسیقی پاپ بریتانیا با شیداس بکاویانی. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a cocktail, vodka and ginger ale. Yeah, I'm gonna smoke a cigarette that's 9 miles long. I'm gonna kiss that pretty girl on the tilt-a-whirl. Yeah, this old man is going to town. جان پراین در آهنگ When I Get to Heaven وقتی به بهشت برسم میخواند: وقتی به بهشت برسم با خدا دست میدم، از او به خاطر نعمتهای بیشتر از آن که یک مرد قابلش باشد شکر میکنم. سپس گیتاری برمیدارم، یک گروه راکن رول شروع میکنم و به یک هتل بسیار خوب میرم. آیا زندگی در آخرت عالی نیست؟ متاسفانه یک قربانی دیگر به ویروس کرونا دادیم. جان پراین معروف به شاعر توده ها که در 7 آوریل در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. واقعا اگر به بهش برسیم چه خواهیم کرد؟ جان پراین روحت شد. خب این هفته جدول تک آهنگا. He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. Show you've got the love left out. Oh, hang it, know your worth. As Khalid by Disclosure. Show me what you have. Yeah, that is all. You don't know your worth. یک سال
پیش کالک و دیسکلوژر برای اولین بار برای آهنگ توک با هم همکاری کردن. هر دو از دو قطب مختلف موسیقی پاپ بودن و آهنگ توک میانه این دو قطب بود و بسیار موفق شد. بالاترین رده برای کالک در جدول آمریکا رو به دست آورد و اولین آهنگ موفق دیسکلوژر شد در جدول پاپ آمریکا. حال برای دومین همکاری آهنگ نو یور ور کالک کاملا به قلمرو موسیقی دیسکلوژر پا گذاشته. Tonight, if you take a photo, get my good side. Toast into the future, tell them more life. No, no, if you want some drama, catch me outside. Oh, hang it, tequila, as Europa, شماره 21, نوح بعد سو. Take it to the mother, dance floor. Tequila, la, la, la. پروژه جکس جونز دیجی بریتانیایی و مارتین سولویج دیجی فرانسوی. اینم دومین همکاری این دوست بعد از اولی آهنگ All Day and Night که پارسال به رده 10 جدول رسید. خواننده این آهنگ هم ری هست که قبلا با جونز توی آهنگ You Don't Know Me از سال 2016 همکاری داشته. آهنگ فلاورز از نیتن دو شماره 16 هفته به سعود. بله 20 سال گذشت از آهنگ فلاورز از Sweet Female Attitude، از آهنگای ماندگار سبک UK Garage که به رده 2 جدول پاپ بریتانیا رسید. زمانی بود که UK Garage کلوپا رو قبضه کرده بود و از قلبش خواننده‌ای مثل کریگ دیوید بیرون آمد. اینجا نیتن دو دیجی بریتانیا آهنگو بازسازی کرده و حس و حالی شادتر به اون داده. خب تحقیق به سوی دهتای برتر. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. I tried to do my best but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth hoping you'll find someone else. Hang your desk bed as powerful. Surely I've been here at this point. رپر کانادایی دو ساله که مشغول به فعالیته و حالا آهنگش دث بد بیش از 150 میلیون استریم روی اسپاتیفای داشته. اون هم یک بار دیگه به خاطر محبوبیتش روی اپ تیک تاک 3 میلیون ویدیو روی اپ داشته. فکر کنم شاید به یک جدول تیک تاک احتیاج داشته باشیم. پاپو آهنگ کافی از خواننده آهنگساز بریتانیایی بی با دوبی رو سامپل کرده که آلبومش رو چند ماه پیش در برنامه داشتیم. خب قبلی ها 10 دوالیپا 9 لیل موزی 8 دوجا کت از اینا هم رد میکنیم. 5 و 4 دوالیپا 3 دریک 2 سنت جان این هم سعد داشین. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do oh, hang too your blinding lights as the weekend. Pull for a second. Oh, hang your Britannia. I look around and see the city's cold and empty. No one's around to judge me. هشتمین هفته سردشینی برای آهنگ بلایندینگ لایتس
از آلبوم After Hours of the Weekend که اون هم سردشین شده. آهنگ در حال حاضر بزرگترین آهنگ بریتانیا در سال 2020 این هفته 8.6 میلیون استریم داشته. خب پایین برنامه کوچه فری. کوشی فرعی شیداس پیکاویدین در این برنامه‌ای که درست میکنه هر هفته فوق العاده زیباست، ولی متاسفانه امشب به وقت ما، امروز به وقت شما واقعا نتونستیم بشنویم. در پایان چشمانداز بامدادی چهارشنبه 3 اردیبهشت 22 آوریل از رادیو بی بی سی در لندن به همراه محمد صباحی و پیتر اشفورد، من داریوش رجبیان تا فرصتی دیگر یکایک شما رو در سراسر جهان به خدا میسپارم. بدرود.